اگر زبانم لکنت نداشت و اگر قدم 10 یا 12 سانتی متر بلندتر بود، روحم سراسر دگرگون می شد. اگر نزدیکانم می دانستند که آرواری پیش آمده من در روزگار کودکی، یعنی هنگامی که استخوانهایم هنوز نرم بود، با نواری از طلا درمان می شود، سیمای من جلوه ای دیگر می یافت. عکس العمل همسالانم نسبت به من فرق می کرد و طبعا خوی من و برخورد من با آنان نیز تغییر می پذیرفت. اما این روح چیست که می تواند با یک ابزار دندانسازی دچار دگرگونی شود؟ ویلیام سامرست مام در 70 سالگی با یادآوری ایام گذشته اشاره می کند که چگونه ساختمان جسم انسان در شکل پذیری روحش مؤثر است. او نیز مانند امیل زولا و تئودور درایزر معتقد بود که آنچه ما شخصیت می خوانیم پایه های مادی دارد، یعنی ریشه آن در ساختمان جسم آدمی است و شرایط مادی مخصوصا محیط پس از تولد بر آن تأثیر فراوان می گذارد. او در این باره می گفت: این خیلی سخت است که انسان بیان که هیچ گناه و خطایی مرتکب شده باشد، چنان شخصیتی فاسد و پیچیده پیدا کند که محکوم به یک زندگی اندوه بار شود. دنیای کسی که قدش 1.67 متر است با دنیای آن دیگری که 1.85 متر قد دارد کاملا متفاوت است. لکنت زبان، قد نسبتا کوتاه، کودکی سرد و سختی که خاصه پس از درگذشت پدر و مادر یکسر از مهر تویی شده بود، بی‌اعتنایی کلی منتقدان تراز اول نسبت به آثار نویسنده در زندگی ما هم تأثیر گذاشته بود. عواملی که هر کدام از آنها به اعتقاد خودش می توانست زندگی هر کسی را دگرگون کند. بنابراین تنها با توجه به همه این جهات می توان نگاهی درست به زندگی او انداخت. پدر و پدر بزرگ ویلیام سامرست مام هر دو از وکیلان بلند مرتبه بودند. پدر بزرگ او بنیادگذار جامعه حقوقدانان لندن بود و چندین کتاب قانون نوشت. پدر ما هم مشاور حقوقی سفارت بریتانیا در پاریس بود. او در آنجا با دختر یک افسر انگلیسی آشنا شد و پس از چندی ازدواج کرد. این زن زیبا گرچه مبتلا به بیماری سل بود، ولی 6 پسر به دنیا آورد. ویلیام ابتدا در پاریس به مدرسه رفت و بعد به آموختن انگلیسی پرداخت و هر دو زبان انگلیسی و فرانسه را در کودکی فرا گرفت. ولی مخصوصا زبان و فرهنگ فرانسه به عنوان عنصر پرتأثیر در تمام زندگی او نفوذ یافت. او می گفت: این فرانسه بود که مرا تعلیم داد و به من آموخت که چگونه زیبایی، صراحت، شوخ طبعی و احساس خوب را ارج بگذارم. فرانسه بود که نویسندگی را به من یاد داد. اما پس از مرگ پدر به سال 1884 دیگر پاریس نمی توانست جای مناسبی برای ویلیام 10 ساله باشد و به همین جهت او را به انگلیس نزد سرپرستش فرستادند. سرپرست او عمویش هنری مکدونالد مام در وایت استیبل زندگی می کرد و کسوت روحانی بر تن داشت. وایت استیبل همان جایی است که در کتاب معروف او به نام در باب بندگی آدمی به صورت بلک استیبل توصیف شده است. در باب بندگی آدمی بازگو کننده زندگی فیلیپ کیری از کودکی تا 30 سالگی است. داستان با مرگ مادرش آغاز می شود. پدرش نیز پیش از آن مرده است. پرورش او که کودکی محجوب با پاهای معیوب است به عهده عمویش می افتد. عموی او کشیشی در بلک استیبل است. فیلیپ به مدرسه ای می رود که بزرگزادگان در آن تحصیل می کنند. عموی فیلیپ می خواهد که وی در آینده کشیش شود، ولی او با این امر مخالفت می‌ورزد. در پاریس به فرا گرفتن نقاشی می‌پردازد، تا آنکه در می‌یابد که از هر گونه نبوغی عاری است. آنگاه بعد از مبارزه با بینوایی تحصیلاتش را پایان می‌برد و با کسب عنوان پزشکی سامانی به زندگی خود می‌دهد و بیان که پای عشقی در میان باشد با دختری جوان‌تر از خود ازدواج می‌کند. تحصیل در مدرسه پزشکی هم دانشی درباره طبیعت بشری به من داد و هم آگاهی هایی در زمینه علم و روش های علمی.
پس از آن من که فقط در فکر هنر و ادبیات بودم، به سرزمینی ناشناخته پای نهادم. ما هم نخستین داستان خود را به نام لیزا اهل لمبث در سال 1897 وقتی که هنوز دانشجوی سال آخر پزشکی بود انتشار داد. ما هم این داستان را بر اساس تجاربی که از فقر محیط‌های کارگری جنوب لندن داشت نوشته بود. او بعدها این داستان را به عنوان یکی از بهترین ناسارش نام برده و حتی اسم یگان فرزندش را لیزا گذاشته بود. ادموند گاس، منتقد معتبر انگلیسی، گرچه آثار مهم دیگری از سمرست مام را دیده بود، همیشه با کنایه به او می گفت چقدر شما زیرکانه رفتار کردید که دیگر چیزی ننوشتید. فروش و موفقیت کتاب لیزا اهل لمبث برای نویسنده تازه کار خوشنود کننده بود. مام به شهرت کمی رسید و با پولی که از فروش آن کتاب آیدش شد توانست یک سال در اسپانیا بگذراند. سپس به پاریس رفت و با انگلیسیان و آمریکاییان مقیم آن شهر و با دانشجویان و نقاشان و هنرمندان فرانسوی درآمیخت. در نیمه دوم قرن 19 فرانسه رهبر دنیا در قلمرو هنر و ادبیات بود. در صحنه تئاترهای آن سارا برنار نمایشنامه‌های کلاسیک را بازی می‌کرد و گروه‌های دیگر پیشروترین نمایشنامه‌ها را به صحنه می‌آوردند. پاریس چنان روح زنده‌ای داشت که لندن در مقایسه با آن مرده و بی جان می نمود. پاریس مرکز روشنفکران و هنرمندان اروپا بود. مام مدتی در چنین محیطی زیست و تجربه آموخت و بعدها آن تجارب را به گونه تحسین آمیزی در داستانهایش به کار برد. پس از بازگشت به لندن، مام مدت 6 چندین داستان و تعدادی نمایشنامه نوشت که هیچ کدام خواستاری نیافت. از آن اثار تنها یک اثر او به نام خانم کرادوک که به سال 1902 انتشار یافته بود، به سال 1938 بار دیگر چاپ شد. در 81 سالگی مام از این دوره عدم خلاقیت خود با صداقت حرف می زند و چنین می گوید: او جوانی متعصب و احمق بود و خیلی زود تحت تأثیر دیگران قرار می گرفت. وابسته به دسته روشنفکران متظاهر و بیمایه بود و همان آثاری را می ستود که آنان می ستودند و از همان کارهایی بدش می آمد که آنها بد می دانستند. او نه تنها جوان احمقی بود، بلکه موجودی متکبر، از خود راضی و پر از لغزش و خطا بود. من اگر اکنون بازش ببینم هیچ از او خوشم نخواهد آمد. نمایشنامه های او که پیش از آن توجهی را جلب نکرده بود، چندین صحنه تئاتر را مسخر داشته، سیل ثروت و شهرت را به سوی او روان ساخته بود. ولی مام از خیلی پیش چنین توفیقی را انتظار داشت. می گفت راه ورود نمایشنامه نویسان جوان به مرکز تئاتر لندن بسته نیست، فقط دشوار است. نخستین نمایشنامه مام به نام مرد شریف فقط یک شب در انجمن تئاتر به صحنه رفت، ولی تحسین‌های اعضای آن انجمن و خردگیری‌های ناقدان که مام آنان را سد راه خود می‌پنداشت، هیچ کدام ورود او را به حیطه تئاتر انگلیس تسهیل نکرد. اوتو استوارت که از علاقه‌مندان شکسپیر بود و ریاست تئاتر کورت را به عهده داشت، در کار آخرش شکست خورده بود و در جستجوی نمایشنامه خوبی بود و نمی‌یافت. ناچار تصمیم گرفت که تا یافتن اثری دلخواه، نمایشنامه‌ای از مام را که در اختیارش بود به صحنه برد. پس از آن همه جا صحبت از نمایشنامه نویسی آغاز شد که تازه به میدان آمده بود. 3 بعد جک پوشالی، کمدی مردم پسند او، به صحنه رفت. نمایشنامه دیگرش کاشف به شیوه تئاتر لیریک به وسیله لویس والر اجرا گردید و بر اثر آن حد جدیدی در کار تئاتر گذاشته شد. پیش از آن هرگز اتفاق نیفتاده بود که 4 نمایشنامه از یک نویسنده زنده در یک زمان در لندن به روی صحنه آمده باشد. مام پس از این پیروزی گفت آنچه می‌خواستم به دست آوردم و بعدها در کتاب جمع‌بندی نوشت
باور نمی کنم که پیروزی کمترین تأثیری بر من گذاشته باشد. من همیشه انتظار آن را می کشیدم و وقتی که آمد آن را چون امری طبیعی پذیرفتم و زیاد مهمش ندانستم. تنها اهمیتش این بود که مرا از تنگی معاش که هیچ وقت از آن غافل نتوانستم بود رهانید. من از فقر نفرت دارم. بدم می آید که خرج نکنم و بیندوزم تا هزینه زندگیم تأمین شود. ولی بدبختانه وقتی که کتاب در باب بندگی آدمی در سال 1915 انتشار یافت، جنگ جهانی اول به انگلیس کشیده شده بود و آشفتگی خاطر مردم از فجایع جنگ بیش از آن بود که بتوانند به غمهای فیلیپ توجه کنند. اما در آمریکا که هنوز از جنگ فاصله داشت، این کتاب توفیق فراوان کسب کرد. در آغاز جنگ به سال 1914، سامرست مام توانست که دانش پزشکی خود را در خدمت نیازمندان بگذارد. در سال 1915 به سرویس مخفی منتقل شد و یک سال در سوئیس به مراقبت جاسوسان مأمور شد. حاصل این تجارب داستانهای عالی اشندن بود، ولی نوع کاری که داشت سلامتش را به خطر انداخت. سینه و جهاز تنفسی او ضعیف بود، اما به اقتضای کارش مجبور بود که در هوایی بسیار سرد روزی چندین بار بر دریاچه ژنو رفت آمد کند. وقتی که از کار کردن در سوئیس فارغ شد، به ایالات متحده آمریکا رفت تا دو نمایشنامه‌اش را که در تئاترهای آن سرزمین به صحنه آمده بود ببیند. مام از آمریکا به هاوایی، تاهیتی، بورنئو، جاوه، سیام، ملایا و نقاط دیگر سفر کرد و از این سفرها برای نوشتن بسیاری از داستانها و نمایشنامه‌های بعدیش الهام گرفت. ولی قصد عمده‌ای که از این جهانگردی داشت، گردآوری اطلاعاتی درباره اواخر عمر پل گوگن در مرکز است بود. هنگامی که مام هنوز در سفر سال 1917 به سر می‌برد، مأمور رفتن به روسیه دوران انقلاب شد. در آن زمان پس از کنار رفتن تزار، قدرت به دست کرنسکی افتاده بود. مأموریت ویژه موام تماس گرفتن با مزاریک و ارتش 60,000 نفری چک در خاک روسیه بود. متفقین می‌خواستند که روسیه و آلمان همچنان با هم بجنگند تا حزب بولشویک در کار برقراری صلح فوری موفق نشود. موام خیلی زود به بطلان این نقشه پی برد، اما بعدها در کتاب جمع‌بندی نوشت که اگر این کار زودتر آغاز شده بود، امکان توفیق داشت. موام که دیر به ولادیوستوک رسیده بود، با قطار به پتروگراد، مرکز حکومت کرنسکی رفت و با او دیدار کرد. کرنسکی به نظر او مردی جدی و درست کار آمد که خصوصیات لازم را برای مقابله با مشکلات آن دوران نداشت و به رغم این فضیلت‌ها همسنگ لنین نبود. موام در این مأموریت یک سر شکست خورد و به انگلستان بازگشت و بعدها به برادرزادش رابین موام چنین گفت: من رفته بودم تا جلوی انقلاب را بگیرم و این مسئولیتی بزرگ بود. نمیدانم که طراحان این نقشه چرا مرا انتخاب کرده بودند. شاید اگر بهتر از اینم شناخته بودند، به این کار مأمورم نمی کردند. من هیچ گونه تجربه ای از این دست نداشتم. به همین دلیل پیشنهاد بعدی ایشان را برای رفتن به رومانی نپذیرفتم. موام پس از شکست منشویک‌ها به سوئد گریخت و از آنجا به وسیله یک نافشکن به انگلیس رفت. او در این مدت اغلب گرسنه بود و بیماری سل نیز روز به روز بر او چیره تر می شد. ناچار با یکی از متخصصان امراض ریوی مشورت کرد و به آسایشگاهی در شمال اسکاتلند رفت. معالجه و استراحت در هوای اسکاتلند حال او را چنان بهبود بخشید که بار دیگر توانست عازم سفر شود. این بار به چین و بسیاری از کشورها و جزایر خاور دور رفت. بعدها در این باره نوشت: من در چین مسافری علاقمند و کنجکاو بودم و می‌خواستم که هرچه بیشتر آداب و سنن ملتی بسیار کهنسال و متمدن را بشناسم. دفترهایی فراوان را به توصیف مکانها و داستانهای آن سرزمین اختصاص دادم. سفر کردن از یک سو آزادی معنوی بود و سوی دیگر گردآوری اطلاعات گوناگونی که در آینده به کارم می‌خورد. با کشتی‌های تجارتی و زورق‌های بادبانی
از درگاه ها می گذشتم و در خشکی با اسب و قطار و اتومبیل و تخت روان و یا پیاده سفر می کردم. در این سفرها موام با خطرات و مشکلات بسیار روبرو شد، ولی ثروتی که داشت به او امکان آسایش نسبی می داد. برای شناختن کشوری بیگانه لازم است که یک سر در آن به سر برید و زندگی دیگری بگذرانید.